به نام خدا، امروز میخوایم که درباره استاتوس بار اپلیکیشن ها صحبت کنیم که چطوری بتونیم رنگشون رو عوض کنیم. و اگر یادتون باشه ما واسه آی او اس اومدیم یه سری کدای نیتیو نوشتیم. حتی نیتیو که میگم منظور ابجکتیو سی یا سویفت نیست، منظور همون دات نت آی او اس هستش، ولی خب توی حالا زامارین یاد دادن ما اینا رو به عنوان نیتیو میشناسیم. در صورت توی لایه نیتیو رفتیم و با این ایفی که اینجا میذاریم میگیم که سویچ کنه روی در واقع دات نت آی او اس و یه سری کد نوشتیم واسه اینکه بیاد کالر استاتوس بارمون رو عوض کنه. فکر کنم واسه اندروید مثلا همچین کاری نکردیم، حتی اونم کاری نداره، اونم یکی دو خط کد بخوایم نیتیو بنویسیم. ولی دیروز یه نسخه جدید از دات نت مای کامیونیتی تول کیت ارائه شد تحت عنوان ورژن 1.3 و این قابلیت توش اضافه شده، البته هنوز توی داکیومنتاش نیومده، یعنی تو قسمت بیهیویورا، ولی ما میریم و ازش استفاده میکنیم. فقط داکیومنتش آپدیت نشده وگرنه اومده. خب برای شروع هم اول باید پکیج کامیتی تول کیت رو نصبش کنیم. من اینو کپی میکنم و میریم داخل NuGet، اینجا براوز و پیست میکنیم و نصبش میکنیم. تو مرحله بعدی باید بیایم توی ماوی پروگرام انیشیالایزش کنیم. من اینو اکسپتش میکنم، توی این توضیحات خودشم نوشته و همین تیکش رو ما لازم داریم. حالا میریم توی ماوی پروگرام و اینجا اضافهش میکنیم. یه نقطه ولش میخوام. خب احتمالا پکیجش هنوز اوکی نشده، بزنیم یوزینگ. یوزینگش رو خودمون باید بیاریم و الان اوکی شد. تو قدم بعدی دیگه کار خیلی ساده شده دیگه، وقتی که میاد توی کامیونیتی تول کیت انتظارمون اینه که به ساده ترین روش بتونیم ازش استفاده کنیم. من میرم توی صفحه اصلی و خوبیش هم اینه که شما توی هر پیج میتونید بیاید مقدارش عوض کنید. فقط من این زمین نیم سپیسش رو برمیدارم و اینجا میذارم و حالا توی بیهیویرهای کانتنت پیج ما کانتنت پیج دات بیهیویرز میایم و ازش استفاده میکنیم. یعنی میگیم تول کیت دو نقطه استاتوس بار بیهیویر. دو تا پراپرتی مهم داره، یکی استاتوس بار کالر و یکی استاتوس بار استایل، که این اولیه بکگراند استاتوس بار رو مشخص میکنه و دومی اون متنی که توی استاتوس بار نشون داده میشه رنگ اون رو میاد در واقع عوض میکنه. مثلا شما اگر استاتوس بار کالر رو بلک بذارید، واسه اینکه حالا اون متن استاتوستون قابل خوندن باشه مثل باتری و درصد شارژ و اینا، باید سفیدش کنید تا بتونید متن رو بخونید. من ببینم میتونم مثلا این در واقع کدای رنگی که اینجا گذاشتیم استفاده کنم. میرم توی اپ و همینو برش میدارم. ببینیم این در واقع چه رنگیه. تقریبا همون رنگیه که مورد نظرمونه. خب اینجا میایم و اون کالرمون رو استفاده میکنیم و میدم منطقه هم باید لایت کانتنت بشه و به نظرم دیگه اوکیه. فقط این با تگش رو ببندیم و من یه اجرا بگیرم. کامتر که میبینید این در واقع عمل کرد و اینجا اگه مثلا بخوایم رنگش هم تغییر بدیم میبینید که داره عمل میکنه و من اینو برش میگردم حالت قبلی. اینجا مثلا اگه بکنیم دارک میبینید که خیلی واضح نیست. خب این پس از این روی iOS هم بریم یه
خروجی بگیریم، من بیام اینجا روی سیمولاتور مثلا آیفون 13. خب اینم نسخه iOSشه که به خوبی داره کار میکنه. فقط نکته ای که شما باید بهش دقت کنید اینه که بیاید اون کدای قبلی رو حالا یا پاک کنید یا مثل من کامنت کنید تا به درستی کار بکنه. اینجا حالا اگه بیاین عوضش کنیم، بله عمل میکنه. خب این خیلی فیچر کاربردیه که اضافه کردن روی کامیتی تول کیت و فیچر خوب دیگه هم داره، مثل در واقع این مولتی والیدیشن یا آیکون تینت کالر و کلا اینجا فیچرهای که خیلی کاربردی هم میاد توی دات نت کامیتی تول کیت، حالا ورژن ماوی میشینه و حالا پربارتر هم میشه. فعلا ورژن 1.3 هست و این خیلی فیچری بود که توی اپلیکیشن ها استفاده میشه و ما اومدیم استفاده کردیم توی همون اپ خبری خودمون. فعلا امیدوارم خسته نباشید و بتونید که اپلیکیشناتون رو روز به روز تمیزتر و بهتر بنویسید، حالا با توجه به فیچرهایی که وجود داره ازشون اطلاع داشته باشید و بتونید اونا رو استفاده کنید. خسته نباشید.